فرمان دونالد ترامپ برای ممانعت از اعطای وام‌های خارجی به رژیم ایران. شناسایی عاملان حملات تروریستی در کانادا و فرانسه. شبه نظامیان حوثی یمن یکی دیگر از وزرای نزدیک به علی عبدالله صالح را برکنار کردند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دو لایحه برای تشدید مجازات علیه شبه نظامیان حزب الله لبنان تصویب کرد. این لایحه ها شامل اقدامات گسترده‌تر علیه افراد و نهادهایی که با شبه نظامیان حزب الله و کشورهای خارجی حامی آنها ارتباط دارند. هدف این مصوبه ها فشارهای بیشتر سیاسی و مالی بر روی شبه نظامیان حزب الله لبنان. مشروع القانون 33-29 تلویزیون العربیه. لایحه قانونی 3329 برای جلوگیری از حمایت مالی از حزب الله لبنان. بر اساس این لایحه شبه نظامیان حزب الله از استفاده از شبکه‌های مالی جهانی برای جمع‌آوری پول و ارسال آن به لبنان منع می‌شوند. آمریکایی‌ها همواره عقیده داشتند که شبه نظامیان حزب الله از شبکه‌های قاچاق کالا، خودرو و تجارت مواد مخدر استفاده کردند. آمریکا می‌خواهد که این نوع حمایت‌های مالی از آنها متوقف شود. الیوت انگل در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان: من از این مصوبه‌ها حمایت می‌کنم. قانونگذاران آمریکایی با بکارگیری روش‌های جدیدی می‌خواهند شبه نظامیان حزب الله را از نظر سیاسی محاصره کنند. قوانین تصویب شده جدید هر فرد سیاسی را که با حزب الله رابطه داشته باشد یا اینکه از آنها حمایت مادی کند هدف قرار می‌دهد. دولت آمریکا می‌تواند با استفاده از این قانون هر فردی را که از نظر سیاسی و انتخاباتی با حزب الله هم پیمان باشد یا با آنها در دولت لبنان شریک باشد مجازات کند. یک عضو بنیاد دفاع از دموکراسی می‌گوید این لوایح با آمریکا قدرت می‌دهد با حزب الله مقابله کند و نگذارد پول‌هایی را که به توان نظامی آن کمک می‌کند به دستش برسد و آشوب ایجاد کند. خبرنگار العربیه می‌گوید این لوایح در ارتباط با حزب الله بود، ولی در ارتباط با رژیم ایران قرار است دونالد ترامپ استراتژی جدید آمریکا را علیه دخالت‌های این رژیم در کشورهای خارجی اعلام کند. استراتژیاتها لمواجهه التصرفات الايرانيه والتدخلات في شؤون الدول العربيه. وزیر کشور آمریکا معتقد رژیم ایران یک تهدید بزرگ برای منطقه و امنیت ملی آمریکا است. برای مقابله با این رژیم باید اهرم‌های اقتصادی رو بیش از پیش به کار گرفت و از جمله اونها اهرم نفته. به بخشی از سخنان اون توجه کنید. رایان زینکه وزیر کشور آمریکا اعلام کرد رژیم ایران تهدیدی بزرگ است. قطع منافع نفتی این رژیم به مقابله با برنامه تولید موشک آن کمک می‌کند. موشک‌هایی که قادر به حمله کلاهک اتمی هستند. رایان زینکه در بنیاد هریتیج گفت من در مورد ایران نگرانم. من در مورد تولید موشک‌های بالستیکی و توانایی اتمی آنها نگرانم. بهتر است برای مقابله با تهدید بزرگ رژیم ایران گزینه‌های اقتصادی و نه فقط نظامی داشت. I'm concerned about their development of ballistic missiles and nuclear capability. And Iran is a grave threat. And it is better to have options to address Iran economically and not just militarily. وزیر کشور آمریکا گفت اهرام اقتصادی آمریکا برای جلوگیری از فروش هر قطره نفتی که رژیم ایران تولید می‌کند کارایی دارد. به گفته ی رایان زینکه آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی و نفت خام در جهان است که این کشور را کمتر به نفت خاورمیانه وابسته می کند. این اهرم به آمریکا توانایی شروع صادرات نفت بیشتر برای کاهش میزان آن در بازار از کشورهای مانند ایران می کند. زینکه که از فرماندهان سابق نیروهای تفنگدار دریایی است بر ضرورت قاطعیت بیشتر با رژیم ایران تاکید می کند. Overseas for commodity we have here.
ژنرال جکین معاون سابق فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا معتقد ادامه فشارها میتونه رژیم کره شمالی رو سرنگون کنه. There was so much fallout after the president took the podium and people were analyzing his speech. تلویزیون فاکس نیوز بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ به پای تریبون مجمع عمومی رفت و سخنرانی کرد، تحلیل‌های بسیاری صورت گرفت. تأثیر فشارها و تحریم‌ها به ویژه بر کره شمالی چیست؟ ژنرال جکین: I thought it, generally speaking, it was a very accomplished speech. He focused on reform in the UN. 130 nations showed up Monday of that week to listen to him talk about specifically reform. That is actually staggering in itself. اگر به طور عام بخواهم صحبت کنم، سخنرانی بسیار ماهرانه ای بود. او روی اصلاحات در سازمان ملل متمرکز بود که 130 کشور در آن روز حضور داشتند و به او گوش می‌کردند. او تهدیدهای عمده‌ای را که ما در کوتاه مدت با آنها مواجهیم روشن کرد و بعد با فراخوان دادن به رهبرانی بیش از 130 کشور حاضر در جلسه سازمان ملل گفت بیایید جمعی با این تهدیدها مقابله کنیم. این هفته هم اتفاقات مهمی افتاد. آمریکا دستور اجرایی صادر کرد و گفت هر کسی که با کره شمالی تجارت می کند یا باید تجارت با آن را قطع کند یا ما تجارت با آن را قطع خواهیم کرد. او به رئیس جمهور چین در این رابطه هشدار داد. آیا آمریکا تجارت با چین را قطع خواهد کرد؟ در رابطه با اقتصاد جهانی این می تواند یک زلزله جهانی باشد. رئیس جمهور چین چه کرد؟ او تبعیت کرد. او بانک‌های خود را از تجارت با بانک‌های کره شمالی منع کرد. ما انتظار داریم کشورهای دیگر هم همین کار را بکنند. این یک دستاورد خیره کننده است. این پرزیدنت ترامپ را از تمامی پیشینیان خود متمایز می کند. او اولا توانسته از اهرم نفوذ علیه چین استفاده کند، ثانیاً به واقع کره شمالی را تحت فشار قرار دهد. در حال حاضر کره شمالی یک عنصر طرد شده به لحاظ جهانی است. همه می دانند که کره شمالی نمی توانست بدون کمک چین در این نقطه باشد. هم به لحاظ ژئوپلیتیک و هم به لحاظ سیاسی، اگر چین با آمریکا همراهی کند و فشارها را بر کره شمالی افزایش دهد، می تواند در واقع پایان حکومت کیم جونگ اون باشد. And he needs to consolidate his political base at this party congress. He does not want this huge distraction of North Korea. دیوید ایمس عضو پارلمان انگلستان میگه نباید نقض حقوق بشر در ایران رو نادیده گرفت. اون به قتل عام 67 اشاره میکنه و خواستار تحقیقات درباره این بدترین جنایت تاریخ معاصر میشه. دیوید ایمس عضو پارلمان انگلستان طی مقاله‌ای در واشنگتن تایمز نوشت دونالد ترامپ باید به خاطر سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد مورد قدردانی قرار بگیرد، چرا که از زمان انقلاب ایران در سال 1979 هیچ رئیس جمهور آمریکا تا به حال چنین توصیفی عمیق از رژیم دیکتاتوری مذهبی در ایران را ارائه نکرده است. دونالد ترامپ در آن سخنرانی گفت دولت ایران روی یک دیکتاتوری فاسد را با ظاهر نمایی دروغین از دموکراسی مخفی کرده است. آنها یک کشور ثروتمند با یک تاریخ و فرهنگ غنی را به یک دولت که از نظر اقتصادی فرسوده شده است تبدیل کردند. دولتی که صادرات اصلی آن خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. بیشترین قربانیان رژیم ایران در واقع خود مردم آن هستند. دیوید ایمس افزود قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اگرچه یکی از بدترین جنایات در تاریخ معاصر ایران است، اما تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. آقای ترامپ در سخنرانی خود گفت رژیم‌های سرکوبگر هرگز برای همیشه باقی نمی‌مانند و روزی خواهد آمد که مردم ایران با یک انتخاب مواجه خواهند شد. آیا آنها به مسیر فقر، خونریزی و ترور ادامه خواهند داد یا مردم ایران به ریشه‌های افتخار ملت خود به عنوان یک مرکز تمدن، فرهنگ و ثروت باز می‌گردند که در آنجا مردم بار دیگر بتوانند شاد و موفق باشند؟ آن روز در حال حاضر روبروی ماست.
و با وجود 3 دهه ترور، مردم ایران تصمیم گرفتند تا رژیم مذهبی را به چالش بکشند تا رهبران خود را به خاطر یکی از بدترین جنایات محکوم کنند. عضو پارلمان انگلستان در پایان می‌پرسد: اکنون غرب باید تصمیم بگیرد که آیا از مردم ایران و مبارزه‌شان حمایت کند یا آنها را نادیده بگیرد. سازمان ملل نسبت به عواقب بمباران بیمارستان‌ها در سوریه و محروم کردن مردم از امکانات پزشکی هشدار داد. در جلسه ویژه‌ای که سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت سوریه برگزار کرده بود، استفان د میستورا نماینده سازمان ملل در سوریه گفت: زمان آن فرا رسیده که بر روی گفتگوهای صلح در ژنو تمرکز کنیم. او گفت این گفتگوها تنها ظرفی است که بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت میتوان با حمایت جامعه جهانی در سوریه به دولتی انتقالی دست یافت. ما 1 ماه وقت داریم که این مذاکرات را برگزار کنیم و میبایست برای چنین مذاکراتی آماده سازی های لازم را انجام دهیم. حان الوقت اذن لاعاده التركيز على عمليه ژنو وعلى المحادثات السوريه السوريه برعايه الامم المتحده. در این جلسه هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل در سوریه اوضاع را وخیم توصیف کرد. یان ایگلند گفت: همانطوری که میدانید جنگ در سوریه آثار مخربی برای مردم این کشور گذاشته است. همه میدانند که بسیاری موانع در مقابل رسیدن کمک های انسان دوستانه به این مردم وجود دارد. او اضافه کرد برخلاف اینکه تلاش های زیادی برای کاهش تشنج در سوریه شده، ولی هنوز در مناطق کاهش تنش خشونت وجود دارد. من نگران بمباران هایی هستم که در ادلب وجود داشته است. این بمباران ها به تلفات انسانی و مجروح شدن افراد منجر شده است. در بمباران هایی که در حومه استان حما صورت گرفت، 10 نفر آواره شدند و 3 بیمارستان منهدم شده. این باعث شده که بیش از 500,000 نفر نتوانند به امکانات پزشکی دسترسی داشته باشند. این بمباران ها باعث شده است که بسیاری کشته شوند و بسیاری از کمک های انسانی و پزشکی محروم شدند. الامر الذي ادى الى 500,000 نسمه بدون امكانيه للوصول الى الرعايه الصحيه وان هذه الهجمات لا تفاقم فقط من المعاناه الانسانيه ولكن لها ايضا بعض المعاناه. بعد از 1 دهه حملات مرموز علیه دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا، منابع مطلع میگن سفارت آمریکا در کوبا آماده میشه تا افراد رو به خاطر سلامت خودشون به کشور بازگردونه. گزارشی از تلویزیون رویتر. انتظار می‌رود سفارت آمریکا در هاوانا باز بماند، ولی برخی از کارمندان و خانواده‌های دیپلمات‌ها احتمالاً ظرف چند روز آینده تخلیه شوند. بیش از 21 نفر از اعضای هیئت با عوامل مشکوکی مورد حمله قرار گرفتند. آنها با علائمی مانند تهوع، سردرد و حتی از دست دادن شنوایی مواجه شدند. برخی حتی آسیب‌های کم مغزی دیدند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید نوعی سلاح صوتی ممکن است سبب آن بوده باشد. آمریکا این حملات را جدی تلقی کرده است. ریکس تیلرسون: ما این موضوع را در دست بررسی داریم و با توجه به آسیبی که برخی از افراد دیدند، موضوعی بسیار جدی است. ما آنها را به کشور بازگردانده ایم و موضوع در دست بررسی است. کوبا هر نوع دخالتی را انکار کرده و خود تحقیقات به راه انداخته، اما تا کنون چیزی پیدا نکرده است. در این میان تئوری‌های متعددی وجود دارد، از اشکال در تکنولوژی تجسس و مراقبت تا سلاح‌های پیچیده‌ای که می‌تواند در دست دشمنان آمریکا مانند کره شمالی یا رژیم ایران باشد که در خارج از کوبا عمل می‌کنند. هرچند برخی از کارشناسان فناوری صوتی می‌گویند شک دارند چنین سلاحی حتی وجود داشته باشد. تا کنون واشنگتن دولت کوبا را به خاطر این حملات مقصر ندانسته است، اما روشن کرده که از نحوه اداره موضوع توسط هاوانا ناخرسند است. س
سازمان ملل برای کمک به صدها هزار آواره مسلمان روهینگیایی که بر اثر حملات ارتش میانمار به کشورهای همسایه فرار کردند فراخوان داده. سازمان برنامه جهانی غذا WFP وابسته به سازمان ملل متحد روز یکشنبه 9 مهر از مجامع بین المللی و نهادهای غیر انتفاعی خواست 75 میلیون دلار برای کمک به آوارگان مسلمان روهینگیا که از میانمار به کشورهای مجاور به خصوص بنگلادش گریختند کمک کنند. دیوید ویزلی مدیر اجرایی این سازمان از اردوگاه‌های پناهندگان میانماری در بنگلادش بازدید کرد و به دیدار خانواده‌های گریخته از خشونت رفت. او در پاسخ به خبرنگاران گفت: وضعیت موجود ناخوشایند است. ما برای 6 ماه آینده نیاز به 75 میلیون دلار داریم. وی در ادامه افزود: من میگویم میتوانیم با چند میلیارد دلار به گرسنگی در جهان خاتمه دهیم. من به اهدا کنندگان میگویم اگر نمیتوانید پول فراهم کنید، جنگ را متوقف سازید. سازمان برنامه جهانی غذا زیر مجموعه سازمان ملل متحد که بزرگترین نهاد بشردوستانه برای مبارزه با گرسنگی در جهان است، اکنون به دنبال فراهم کردن 200 میلیون دلار کمک‌های مردمی و دولتی برای مقابله با بحران مسلمانان روهینگیا است. روز دوشنبه 10 مهر دولت محلی کاتالونیا در اسپانیا اعلام کرد در همه پرسی این منطقه برای استقلال بیش از 40% از واجدین شرایط رأی داده و 90% از آنها خواستار جدایی از اسپانیا شدند. دولت مرکزی اسپانیا که این همه پرسی را غیرقانونی می داند با اعزام نیروهای پلیس برای جلوگیری از برگزاری آن ده ها شعبه رأی‌گیری را تعطیل کرد. نیروهای پلیس همچنین به رأی دهندگان حمله کردند و صدها نفر زخمی شدند. کشورهای اروپایی برخورد دولت مرکزی اسپانیا با همه پرسی کاتالونیا را محکوم کردند. دولت محلی کاتالونیا نیز هشدار داد پرونده وقایع روز یکشنبه و حمله پلیس را به دادگاه‌های بین‌المللی می‌برد. مقام‌های محلی کاتالونیا می‌گویند دست کم 840 نفر در جریان درگیری و خشونت‌های یکشنبه به مراقبت‌های پزشکی نیاز داشتند. پلیس اسپانیا اعلام کرده است 33 نفر از مامورانش در جریان وقایع مجروح شدند. ABC نیوز. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رکس تیلرسون دیپلمات ارشد او در تلاش برای مذاکره با کره شمالی در مورد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور وقت خود را تلف می‌کند. وی در توییت خودش به رکس تیلرسون توصیه کرد انرژی‌ات را ذخیره کن رکس، ما آنچه را باید انجام خواهیم داد.